درود ویژه دارم خدمت همه شما دوستان و عزیزان. خودم هستم و تو شهر رو هیچکی نیست و مثل فیلم های زامبی شده اینجایی که من هستم. به هر روی دوست داشتم صحبت کنم. یه مسیر 40 دقیقه‌ای دارم تو جاده، دارم میدادم تو جاده. نظرت چیه به قول معروف بزنیم تو دل جاده؟ دوست داشتم یه صحبتی بکنم و دوستان خب نمیتونم بیارم بالا چون دارم رانندگی میکنم و کامنتارم نمیتونم بخونم، طبیعتا نمیشه خوند. دیدم که خانم رعنا رحیم‌پور به من حمله کرده، دو سه تا توییت گذاشت، توییتاشو پاک کرد دوباره نوشت. یعنی نشون میده چقدر این جماعت عصبی هن از دست ما. توییت میذاره، توییتو پاک میکنه، دوباره توییت میذاره. خانم رعنا رحیم‌پور، شما که میگی بدون سند و مدرک، این تخصص کار شما در بی بی سیه، نه افرادی چون من که کارمون پژوهشه قربونت برم. حالا البته پاسخ خانم رعنا رحیم‌پور رو تو یک برنامه درست حسابی میدم، فعلا وقت پاسخ دادن نداشتم که برنامه بسازم. گفتم که در حال رانندگی یه پاسخی به این خانم بدم. خب ما که انداختیم تو دل جاده تموشه. و برام جالبه که این خانم میگه که این مثلا بدون سند و مدرک اومده این حرفا رو میزنه. اینا چه سند مدرکی دوست داری ارائه بدم؟ آیا آقای دومینیک هربرت شوهر شما هست یا نیست؟ آیا ایشون تو شرکت فیدلیتی اینترنشنال کار میکنه یا نمیکنه؟ خب با سند اومدم، همینجور رو هوا نگفتم که عدل شرکت فیدلی اینترنشنال در آوردم که همسر شما اونجا دارن کار میکنن، شغلشون مشخصه، شغلشون هم مال خاورمیانه، مال بخش سرمایه گذاری در خاورمیانه و آفریقای این شرکت هستن. صدا خوب میاد دیگه، امیدوارم حالا خوب بیاد دیگه، کاریش هم نمیشه کرد. حالا فرصت کردم دوباره لایف میام، دوستان رو میارم بالا. امروز نمیدونم فرصت کنم یا نه، چون همش تو دل جاده و اینا. شما نیدید من تو چه دل جاده قشنگی دارم رانندگی میکنم، دور و بر منو نمیتونید ببینید. و اینکه جاده مال خودمه، هیچکی تو جاده نیست، تمام اتوبانا و جاده ها مال خودمه. بگذاریم. بعد این خانوم میگه که آره بدون سند حمله کرده. پس شوهرت که هست، از شرکت فیدلیتی اینترنشنال هم شغل شوهرت و موقعیت شوهرت تو اون شرکت رو منم مطرح کردم. منم عکس رو در آوردم که ایشون تو ایران با سلبریتی‌ها نشسته. تازه یه چیز دیگه نگفتم، دوست داری اونم بگم؟ دوست داری یا نداری؟ خجالت بکشید. یه نکته‌ای که هست خیلی برام جالبه، وقتی که یعنی هیچ کسی رو نمیتونن ببینن مستقل داره در راستای منافع ملی کار میکنه، افتادیم تونل کندوان. بعد خیلی برام جالبه مثلا یه بخشی از این تندروهای مذهبی به من حمله میکنن، خبرنگار بی بی سی میگه این مأمور اوناست، این برخی از این تندروهای مذهبی میگه این نه مأمور اوناست، نه مأمور اونام، نه مأمور اینام، مأمور منافع ملی کشورم هم، کارم هم مشخصه، فعالیت هم مشخصه، قربونتون برم. متاسفم واقعا برای این شرایطی که به وجود آوردن در فضای کشورمون، فضای سیاسی کشورمون، که هر کی میخواد در راستای منافع ملی کشورش باشه این گونه فضا سازی میکنن. خب چی بگه آدم؟ و این خبرنگار بی بی سی با چه فقاهتی میگه این مأمور اوناست، هوشیار باشی. قربونت برم، مخاطبای تو اگر هوشیار بودن که تو رو دنبال نمی کردن. فدای تو بشم خانم رعنای عزیز، شما داری پول مزدوری میگیری در بی بی سی، تو مأمور MI6ی. الان خبرنگار رادیو فردا یه زنک دیگه هست اسمشو نمیدونم توییت زده که آره خبرگزاری های ایران رو داشتم آمار میگرفتم با حامیان حکومت و
همه حجم خبرشون در مورد کرونا بیرون از خاک ایرانه، در مورد اروپا و آمریکاست. اینا نمیدونن که باید در مورد کرونا در اول از همه دغدغه کشور خودشونو داشته باشن، در مورد کشور خودشون حرف بزنن. خانم جان خیلی شما دیگه باحالید، شما این حرفو دارید توی رسانه‌ای میزنی که اون رسانه پولش با خارجی هاست. واقعا این پرسش نیست چرا باید صدای آمریکا، اسمش هست صدای آمریکا، بی بی سی نامش روشه، صدای انگلیس، صدای بریتانیا، دویچه وله اسمش روشه، صدای مردم آلمان، حالا میگیم بخش فارسیش به خاطر مثلا ایرانی های زیاد تو آلمانه، اوکی، اخبار مربوط به ایرانی های خاک آلمان رو باید باستاب بده، فدای تو بشن. همه اینا اسمش روشه. واقعا سوال نیستش که چگونه اینها با بودجه های آنچنانی در مورد کشور ما میان مسئله زور میکنن. بعدم به دروغ، بابا شما دارید حقوقتون رو از دولت خارجی میگیرید که به فارسی علیه کشور ما حرف بزنید. بعد شما ها میگید که چرا شما ها با آمریکا، ما با آمریکا کاری نداریم، ما با اروپا کاری نداریم. ولی وقتی که شما در تمامی این سالها، در تمام این 100 سال، حالا 100 سال پدیده رسانه است، جریان فکری شما که رسماً 200 ساله داره مغزشویی میکنه، فرنگ فرنگ میکنه، در تمام این 200 سال شما ها اومدید و تبلیغ غرب کردی. 100 سال هم که بازوی رسانه‌ای اومده، پدیده رسانه‌ای اومده و این شده بازی پروپاگانداتون. تا قبل از اون که خب روشنفکرانتون و اینا این حرفا رو می‌زدن. یک تصویر دروغین میدی وقتی که از آمریکا و جهان غرب، جهانی که من اگه الان بیام با خانم رعنا رحیم‌پور، مطمئن باشین نسبت به این خانم رعنا رحیم‌پور نگم 5-6 برابر، حداقل 3 برابر تجربه سفر به این طرف اون طرف رو دارم، چون این خانم رو داریم رصد می‌کنیم. در تمام این سال‌ها تو اون خراب شده لندن بوده، لندن پر از موش، پر از کثافت. لندنتون رو دیدیم دیگه، خوب شده لندن اومدیم، شرایط روحی روانی مردم لندن در موقع عادیش این بود که یقه همدیگر رو میگرفتن. یعنی شرایطی که دارن به خصوص بخش اتوبوس رانی و اینا، اصلا چیزهایی رو من توی لندن دیدم که توی هیچ کشوری، توی هیچ شهر بزرگ دیگه ندیدم. شرایطتون مشخص عزیزم، جایی هم نرفتی ببینی خانم رعنای عزیز. حالا حداقل شوهرت بپرس که چرا توی شرکت فیدلیتی اینترنشنال میاد و بخش خاورمیانه به قول خودشون و آفریقا رو میگیره، چون آفریقا و خاورمیانه جای زندگیه. تو لندن چه میفهمی دنیا چه خبره که؟ آخه نمیدون، خبر نداری. با یک سری مغزشویی و اینا میاید مسائل رو مطرح میکنید. خب بله، ما مجبور شدیم بیایم بگیم نه آقا، دنیای غرب این گونه نیست. سخنانی که من میگم به منزله این نیستش که ایران بهشته. اصلا بهشتی وجود نداره از نظر من. ایران هزاران مشکل داره، ولی من تنها مشکلم اینه که آقا جان، هزاران مشکلی که ایران داره اون گونه نیست که دارن تبلیغ سیاه میکنن. و خوبی هایی هم که در غرب، بله یه سری خوبی ها داره، وجود داره، اونقدر سپید نیستش که دارن سپید نمایی میکنن. این کل سخن منه در این مورد. در مورد این که آقا جان ما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم یا نه، اینا سخنان دیگه سترونه. اگر مسائل جهان، ابعاد مسائل جهانی اینقدر پیچیده نبود و اگر تاریخ 200 سالمون رو اینقدر با دقت نخونده بودیم و خب همه چی گل و بلبل بود و میدونستیم اگر جمهوری اسلامی سقوط بکنه به یک آرمان شهری میرسیم در آزادی‌های مدنی، در دیدگاه‌های ملی، بله مخالف جمهوری اسلامی میشدیم و سخن از براندازی میکردیم. من دفاع نمی‌کنم از جمهوری اسلامی، من دارم رئالیسم موجود رو میگم، حقایق میدانی رو دارم عرض میکنم. برمونه شکلت برم. این که تا طرفدار جمهوری اسلامی هستی نیستی، اینا اصلا
چه از سوی نیروهای مذهبی مطرح میشه، چند نیروهای برانداز، این سخن دیگه سترونه، این سخن بی‌حاصله، این سخن عقیمه، اصلا دیگه دفاع کردن و دفاع نکردن نداره. تمام مسائل سیاسی که به من و شما گفتن در تمامی این سالها از طریق این رسانه ها، اینها چه درست چه غلط، چه شیرین چه تلخ باشه، بسیار فاصله داره با حقیقت میدانی. اصلا بحث این نیستش امروز طرفدار اینی یا اونی، بحث موجودیت ایرانه. ما اینو میگیم، براندازه که نمیفهمه فوشمون میده. بخشی از نیروهای مذهبی هم که میگه هر کی به زعم خودش شد یار من، میاد میگه لب به کامنه این فلان، امید رانا حر زمانه. بابا جمع کن، حر زمانه چی هم من دارم میگم موجودیت ایران. من دارم از نگاه ایران شهر به قضایا نگاه میکنم. برای خودت یه وقت توهم در نیاری که این لحظه دقیقه 90 عاشورا یه رفع از این رو به اون شده. نه قربونت برم، هم تو محاقی تو ناکجا آباد سیاسی هستی که حامی حکومتی، همون که مخالف حکومته تو ناکجا آباده. حرفای من اصلا نمیفهمید من دارم چی میگم. دارم میگم آقا دشمنی با موجودیت ایرانه. بعد یارو میاد میگه امید دانا از اندیشه های نگاه غلطش به اسلام برگشته. بابا اصلا اسلام برای من مهم نیست. دارم میگم چه مسلمونی چه زرتشتی میخوان این کشتی رو نابود کنن. الان کرونا اومده، کرونا شوخی نداره که پدر چینیه رو در میاره، پدر ایرانیه رو در میاره، پدر آمریکاییه رو در میاره. موجودیت انسان الان سر بحث کرونا تو خطر افتاده. حالا مثلا وسط بحث کرونا ما بیاییم وسط بحث ایدئولوژیک کنیم، خب اخی بحث احمقانه ایست. در مورد ایران هم همینه قربون شکلتون برم. من میگم در مورد ایران دشمنی با موجودیت ایرانه. بعد یارو میگه میگه آقای دانا شما مسلمونی یا نیستی یا بیا تبلیغ زرتشت کن. بابا مثل که نمیفهمی. الان تبلیغ زرتشت به درد من نمیخوره، تبلیغ اسلام به درد من نمیخوره. الان مهم اینه که ایرانی بفهمه که آقا موجودیتش تو خطره. نمیدونم چجوری با چه زبونی باید بگم. این که آقای هربرت، این دومینیک هربرت شوهر خانم رعنا رحیم بود، میاد در ایران سرمایه گذاری میکنه و اهدافی پشت این قضایاست، این اهداف قرار نیست دین و مذهب ما رو بزنه. اینا توهمه. دنیای غرب یکی از بزرگترین حامیان اسلامگراییست. حالا اینم طبیعیه، تو دنیای اسلام هر که حق خودشو میدونه. شما ابوبکر بغدادی رو ببین، اون میگه آقا روایت من از اسلام درسته، وهابیه میگه من درسته، سنیه میگه من درسته، شیعیان هم که ما انواع و اقسام همین داده شیعیانمون هم هر کدوم خودشون رو حق میدونن. اصلا این طبیعیه. بعد از مرگ پیامبرم شما میبینی خلفای راشدین هم همه خودشون رو حق میدونستن. وارد این بحث مذهبی من نمیشم که تو بگی من حقانیت اسلامم یا اون بگه من حقانیت اسلامم. اصلا اینا مهم نیست. آقا برنامه ریزی کردن موجودیت ایران از دست از بین ببرن. حتی نشسته دعوای ایدئولوژیک مذهبی باز میکنی برای من. خب اینا خنده داره، به خدای ایران قسم خنده داره. پس نمیفهمید ما توی یه کشتی هستیم، توش ارمنیه، توش زرتشتیه، توش یهودیه، فلانه، همه عقاید هستن. پس این عقاید فقط به درد خودمون میخوره، نه یه جایی هم به درد میخوره توی مبارزات بزرگتر. بله در برابر حدیده اسرائیل ما باید با فهم دینی بریم جلو. اصلا ایران یک کشور دینی است، ولی وقتی که میگید آقا جذب حداکثری، جذب حداکثری چیه خامنه‌ای میگه؟ بعد گفتمان ملی باشه. خود آقای خامنه‌ای اومدن در اینستاگرامشون دارن از ایران باستان بالاخره یه باستانی میدن. خودشون میان تو انتخابات بنده خدا میگه که آقا اگه منو قبول نداری منم فوش میدی بیا پای صندوق انتخابات فلان. 10 بار بیچاره این خامنه‌ای برگشته گفته که آقا جان حتی اگه شما مذهبی نمیشه هیچ ایرانی غیرتمندی، نگفت هیچ ایرانی مؤمنی. که سر بحث موشکای بالستی آقای خامنه‌ای مشخصا فرمودن، گفتن ما مذاکره با آمریکا نمی‌کنیم. دلایلش هم منطقی آقای خامنه‌ای گفت، استدلال قوی هم آورد. آقا بر اساس این منطق، بر اساس این استدلال
هیچ ایرانی غیرتمندی اصلا گفتمان انقلابی نیست، چرا نمیفهمی؟ اصلا گفتمان مذهبی نیست. بفهم، پدر این خامنه ای رو شما تندروهای مذهبی در آوردی. خودش میاد میگه آقا ایرانی غیرتمند، نمیاد مثل دههای گذشته روی ایرانی مؤمن فلان انقلابی نماز شب بخون مانوف بده. نه، مگه در همین جنگ ایران و عراق نسبت به جمعیت مگه کم زرتشتی کشته دادیم؟ حتی ما شهید بهایی هم داریم. بهاییت که میدونی از نظر من یک دیدگاه مخوف جاسوسی هستن، ولی شهید بهایی هم داریم. بهاییت خیانت، بهاییت خیانته، بهایی خائن نیستن. من 4-5 دوست بهایی دارم، بسیار انسانهای دوست داشتنی هستن. اینا حقایق قربونه. بچه عجب ما یه هواپیما دیدیم داره فرود بیاد، فرود بیاد اینجا که جاده خودمونیم و خودمون رازشو گرفتیم. ما با نگاه بهاییت مشکل داریم. من اگر مشکل دارم با اسلام، با نگاه اسلامیت مشکل دارم. با عزیزان مسلمون که مشکل ندارم، که مادر خود من مسلمونه. بفهم، مادر من شیعه، چادری ابروش هم دست نمیزنه، تا این حد دیگه بهت بگم. ابروهاش هم بر نمیداره، این دیگه مادر خود من چادریه. من یک بار مادر خودم رو با مانتوی خالی ندیدم، همیشه با چادر دیدم. چی میگی؟ نگاه من نگاه به انسان ها نیستش که. انسان ها همه محترمن، چه مسلمون باشه، چه یهودی باشه، چه حتی بهایی باشه. من تو ونکوور بارها دوستان بهایی رو دیدم، برای من آدم های قابل محترمی هست. دعوای من دعوایی بوده که آقا با کلیت این دیدگاه دیدگاهیه که من باش مشکل دارم. حالا یقین همدیگر رو بگیریم. بعد هم ببینید سن که بالا میره، مطالعه که زیاد میشه و سفر خیلی رو من تأثیر گذاشت. یعنی تمام این تعاریف از جهان غرب و همه اینا اصلا تو ذهن من اصلا پرید. وقتی که اومدم کشورهای غربی رو یکی یکی دیدم، من 100 تا شهر بزرگشون رو دیدم، دیدم ای این اصلا اون چیزی نیست که دارم به ما میگن. خدای من شاهده، شرایط ایران، موقعیت شهرسازی ایران، حتی بعضی از دهاتهای ما به مراتب امکاناتشون از این دنیای غرب خیلی بیشتره. من اصلا نمیخوام مقایسه کنم، جای مقایسه نیست، اصلا این معلومه ایران خیلی بالاتره. برای اونی که جهان غرب رو ندیده یا تو غرب داره زندگی میکنه، مجبور 24 ساعت کار کنه یه کشور باشه، بله اون نمیفهمه من چی میگم. ولی برای منی که کل دنیای غرب و کل که یعنی منظور اروپای غربی رو همه رو سفر کردم و با ماشین تو جاده خیابون به خیابونشون رو رانندگی کردم، کل این داستان من حداقل 5 تا شهر هلند و خیابون به خیابونش من اومدم رانندگی کردم. آلمان رو همینطور، آلمان غربی رو همینطور، چون هنوز آلمان شرقی نرفتم، طرف برلین نرفتم، فرانکفورت و دوسلدورف و کلن، همه اینا رو من با رانندگی کردم خیابون به خیابونشون. برای منی که اینا رو نگاه کردم و تو ایرانم، خب یه آدم ایرانگرا بودم و سفر شهرستانای خودمون رو زیاد داشتم، اصفهان، شیراز، خیلی جا رفتم، کرمانشاه، ایران هم درست حسابی دیدم. خب آقا برای من مشخص ایران خیلی بالاتره، از نظر تمدن دارم میگم، از نظر شهرسازی دارم میگم. ما مشکل داریم، هزاران مشکل داریم، همدیگر رو درک نمی کنیم، نمی فهمیم همدیگر رو. یکیمون هر کدومون هر عقیده‌ای که داشته باشیم میخواییم انبسط همدیگر رو پاره کنیم. آره این مشکلات رو داریم. آخوندامون، جریان مذهبیمون، آره تندرویایی داشتن سر آزادی های مدنی، بعضی هاشون همچنان احمقن، بعضی هاشون نه. شما میبینید چقدر روشن فکرن. الان شما این آقای فؤاد ایزدی یا خیلی از این چهره ها مثل این آقای عبداللهیان، شما صحبت های عبداللهیان رو گوش کن، فؤاد ایزدی اینا نخبه های مملکتن، حالا مذهبیه. با وجود همه این مشکلاتی که داریم و نداریم، آقا ما خیلی سرتر از این کشورهای غربی هستیم. اینا رو من از روی حس میهن پرستی نمیگم، اینو به خدای ایران قسم من رو میهن پرستی نمیگم، این حقیقت میدانیه. ایران با همین آخونداش هم سرتره و مشکلاتی که داریم، بله باید آزادی های مدنی باز بشه، حجاب باید اختیاری بشه،
تازه من که خودم چون اهل دیسکو چه میدونم شبا بعد وقتا میرم بار میشینم مشروبمو میخورم، اهل اینجور داستانام هستم، جانماتم آب نمیکشم، نمیگم آی من در دنیا و یه غرب همه زندگیمو گذاشتم که روشنگری کنم، ولی به اینکه خداییشم در عمل همینه با این همه تهدیدات جانی اینا. ولی ببخشید عشق و حالم هم تا قبل از این کرونای لعنتی میکردم، کرونا اومده دیگه کاری نمیشه کرد و اینا باید تو ایران آزاد بشه، حتما باید آزاد بشه. ولی آقا این مشکلات یا این درخواست آزادی های مدنی از سمت ما یه یک مقداری که این نیروهای مذهبی بیشتر بفهمن و گیر ندن در نوع پوشش زنان و مردان و نوع سبک زندگی مردم و اینا، اینا از یک نگاه خارجی حل نخواهد شد. اینا با مزدوری برای کشور آمریکا و غرب و اپوزیسیون تا مغز و استخوان وابسته به استخبارات عربستان متاسفم خاک بر سرتون کنن. این همه سال شما مردگر خامنه ای و این گفتید آقای خامنه ای اسم چیه اون میگن عرب پرست، این حکومت جمهوری اسلامی عرب پرسته، خاک بر سرتون کنم، رفتید مزدور عربستان شدید خاک. از اون رضا پهلوی پفیوز که من بدبخت یه عم عاشقش بودم به خاطر زندان رفتم فلان، رفته شده مزدور عربستان، تا این مطلب های لس آنجلسه. خب آقا وقتی که شرایط اینه بفهم اول موجودیت اینا باید حفظ بشه، بایستی در برابر صدای بیگانه مقاومت بکنیم. اونجا دیگه برای من مهم نیست خامنه‌ای حرف درست میزنه یا غلط میزنه، صدای بیگانه میگه میخوام سر به تن ایران نباشه، عملا دارن این کارو میکنن. پس آقا الان اولویت بندی باید بکنیم، مقاومت تمام قد رسانه‌ای در برابر دشمنان وجودی ایران، و وقتی که این مقاومت رو میکنید آهسته آهسته گام به گام مشکلات رو در درون با خودمون حل کنیم. آره شاید بچه مذهبی ها با ما خیلی مشکل داشته باشن، باید وارد گفتمان و گفتگو شد. بالاخره مردم ما هم که همه چیزشون درست نیست، همه این بسیجی هم همه چیزشون بد باشه، حالا که الان هم که تحقیق میکنیم میبینیم بچه حزب‌اللهی ها با تمام اشتباهاتی که دارن نسبت به خیلی ها کارشون درست‌تره. دارید میبینید. بعد یه چیزی که خیلی مهمه حداقلش اینه که این حزب‌اللهی ها وابسته به پول هیچ جا نیستن، خیلی مهمه. آقا پول خارجی گرفتی دیگه تو اصلا دیگه آدم نیستی، تو دیگه نمیتونی بگی من وطنه. آقا زرتشتی میخوای باش، حزب‌اللهی باش، بیدید باش یا هر چیزی، به محضی که تو پول خارجی پول عربستان گرفتی تو دیگه ایرانی نیستی که اصلا بخوای ببخشی آتئیست باشی، زرتشتی باشی یا حزب‌اللهی، دیگه حرفت ما گوش نمیکنی، تو پول خارجی گرفتی. ما یک خط قرمزی داریم بسیار مشخص. ببینیم ما بایدها و نبایدهای خودمون رو درست تعیین کنیم، وگرنه میافتیم به چرندگویی. متاسفانه نیروهای حزب اللهی بعضیاشون، بازم میگم بعضیاشون، چون در طیف نیروهای حزب اللهی آقای امیر عبداللهیان هم جا میشه، یه نخبه مملکته. برید صحبتاشو گوش کنید، واقعا آدم لذت میبره. سطح صحبتی که امیر عبداللهیان میکنه خیلی بالاست، خیلی بالاست در حوزه مسئله بین الملل، چون شاهکاره. یا صحبتایی که خود قاسم سلیمانی روانشون شاد میکردن، اصلا آدم لذت میبرد نوع بینش این آدم، یا همین فؤاد ایزدی، حتی همین رائفی پور میگه حرف درست کم داره، خیلی حرفای درستی میزنه. والا من در همین اروپا اینا خیلی ها به من میگن این رائفی پور رو گوش میکنین، طرف اصلا اسلام رو قبول نداره، خدا شایده رفته قرآن آتیش زده تو همون ونکوور، عکس خامنه ای رو گذاشته، میگه من عکس خامنه ای رو گذاشتم از دل صحبتای تو و رائفی و اینا، من رفتم عکس خامنه ای رو میذارم، ولی هنوز که هنوز گور بابای اسلام قرآن هم آتیش میذارم توی همون ونکوور. خب ببینید یک مقدار ما باید نباید همون رو جاهای درست بذاریم. باید نباید امروز امنیت ایرانه، جمهوری اسلامی ما باش اختلاف داریم، ولی یک سری چیزایی رو انجام داده که نمیتونیم به خاطر مخالفتمون با جمهوری اسلامی بریم دیگه کاملا بگیم آقا نمیشه دفاع کرد. امنیتی که جمهوری اسلامی تو این 40 سال آورده آقا اینا که نمیشه ندید. آقا باید انصاف داشته باشی دیگه، مگه نمیافتی به چرنگویی؟ امنیت آورده، قربونت برم، امنیت جدی آورده. نمیشه ندید که همین الان
در ارتباط با همین بحث کرونا جمهوری اسلامی چه اقدامات درستی کرده؟ نمیتونی نبینی که خب نبینی میشی مثل این اپوزیسیون عقب افتاده به مزخرف گویی میفتی. خب کاری که جمهوری اسلامی که سر بحث کرونا خیلی قوی بوده، الان فراوونیه تو ایران. حالا الان من دارم میرم یه دونه بردارم سمت خونه میرم، برگشتم به خونه است، برم یه دونه میخوام برم فروشگاه بهتون نشون خواهم داد که اصلا خالیه فروشگاه اینجا، قربونتون برم صف رو بهتون نشون خواهم داد. و اینا حقایقه و ما بایستی بدونیم که کجا وایستادیم، چیکار داریم کنیم، دیدگاه هامون رو یه خورده عمیق بکنیم. اینقدر من خودم یک زمانی شدیداً اسلام ستیز بله با اون نوع گفتمان بودم، برنامهش هم ساختم، ولی تعصب چه در دفاع از یک دین چه در مخالفت با یک ایدئولوژی، هر دوتاش تعصبه. من خیلی پخته تر شدم، خیلی پخته تر شدم، نه که بگم دیدگاه من دیدگاه قبلی ببخشید هیچ کدوم بر نگشتم، همش هم هست سر جاشه، منتها پخته تر شدم. بابا اون حرفایی که من اون موقع در مورد اسلام میزنم 10 سال پیش بود، در این 10 سال تو زندگی من اتفاقات بسیار زیادی رخ داده، فدای تو بشم. در این 10 سال من در چند کشور، من حداقل در 4 کشور که رو نکردم، فقط سوئد و کانادا رو خیلی ها میدونن، در 2 کشور دیگه هم زندگی کردم و رو نکردم، در 4 کشور زندگی کردم، در 3 کشور بیزنس دارم، 3 کشور سفر کردم، 100 تا شهر رو رفتم دیدم، مطالعات هم بسیار عمیق‌تر شده، شناخت پیدا کردم. قربونت برم، من که نمیتونم بیام حرفای 10 سال پیش خودم رو تکرار کنم، نه اینکه اونا اشتباه بوده باشه، یک برداشت ساده از کلیت مسائل جهان هستی بوده، یه نگاه ساده بوده. خب نگاه من امروز پخته شده، یارو میگه آقا تو 10 سال پیش اینو گفتی، خب معلومه که گفتم، امید 10 سال پیش اونو گفته، الان امید 10 سال بزرگتر شده، بابا موام هم سفیدتر شده، ریشام هم داره سفید میشه، چون اپوزیسیون عقبه، این هم اپوزیسیون هم بخشی از مذهبی ها، چون اینا فکر میکنن هنره دیگه 40 سال بشینن یه حرف بزنن. ما الان بعضی از مذهبی ها رو داریم 40 سال دارن یک سری مزخرفات میگن، رقابت دارن میکنن با این براندازه رو نگاه کنید شما، 40 سال چمدون بسته آمادن که برگردن ایران و یک سری مزخرفات میگن. خب شماها به محاق رفتی، آدمی کارش درسته تو هر باوری، چه مذهبی چه غیر مذهبی، چه آتئیست، هر کی پیشرفت بکنه تو همون فکری که داره پخته تر بشه. چرا الان برخی از این آقایون مذهبی مورد توجه قرار گرفتن از افراد غیر مذهبی، مثل همین فؤاد ایزدی و همین رائفی و همین امیر عبداللهیان و اینا؟ چرا؟ برای که اینا مذهبی هستن، ولی هر چون مطالعه دارن هی دارن روشن‌تر فکر میکنن، روشن‌تر فکر میکنن، مذهبشو داره حرفای قلبیش هم تکذیب نمیکنن، اما اون حرفایی هم که در مورد مذهب میزنن همچنان پایبند بشن، اما پخته‌تر بحث میکنن. من بحثم اینه ما باید خودمون ارتقا بدیم، پخته‌تر بحث کنیم، نگاهمون از مسئله سیاسی باید یک مقدار پخته‌تر بکنیم، به مزخرف‌گویی نیفتیم، بچه سریع ما رسیدیم. خب خروجی رو من باید برم تو. اوکی چی نوشته؟ اوکی سرعت رو کم کنم این خروجی رو برم بهتون صفحه بکنم، الان تا اینجا امون یک شنبه است دیگه، صفحه بهتون نشون برم اگر باشه، شانم زاده شدیم صف نبود، حالا شانس من هر روز صف ها، حالا الان میرم صف نیست. اینا مسئله‌ایه که باید توجه کنیم دیگه. بذاریم من برم ببینم چراغ بزنم، بیرد کنار من برم بیرم. جاده خالی مثل شهر مردگان شده، خودم همون خود 3-4 تا جوجه تیغی دیدم وسط جاده، تفلیا جاده خلوته، این جوجه تیغی ها میان بیرون، جوجه تیغی 3-4 تا دیدم کشته شده بود، دلم سوخت براشون، تفلیا بمیرم الهی، اعصابم هم خورد شد. جوجه تیغی 3 تا جوجه تیغی امروز دیدم وسط جاده،
ماشین از روشون رد شده بود، تمام چیز اصلا حالم بد شد. چه افتادیه. خب ما بریم. آب پرتقال خیلی مهمه، میخوام هم آب پرتقال هم بگیرم در این روزهای کرونایی. الان بهتون بذارید نشون بدم صفحه سوپرمارکتی هامونو نشونتون بدم، بعد برم تو صف وایسم. بله پلیس هم گذاشتن جلوی سوپرمارکتی، بهتون نشون میدم پلیس و مولیس و دیگه همه چیو. برم ماشینمو پارک کنم. سوپرمارکتی هم که خواستم برم دیگه نمیتونم فیلم بگیرم، پلیس دمه در وایستاده گیر میدن. امروز شانس من صف نیست ولی پلیسش هست. صف نیست ولی پلیس هست. چرا صف هم باشه؟ نه صف نیست. بیا هر روز اینجا صف رو حالا انا نمارم صف نیست، داره بهتر میشه. خب من گوشی رو بردارم پلیسمون رو نشونتون بدم. وایسادم یه کوچولو اونجا نگاه کنید پلیس اونجا رو میبینید وایسادن جلوی سوپرمارکتی. خیلی خوب وایسادن جلوی سوپرمارکتی اینجوریه. به هر حال قرمتون برم، گفتم توی راه بودم یه صحبتی داشته باشم برم که نهارم نخوردم، خیلی اوضاعم خرابه. نظر راجب فلانی چیه؟ نظرم نظره دیگه. ببین آدم اولا که 100% نامی که آوردین آقای علیز 100% با سواده، ولی علاوه ریشه‌ای تو دو دنیای متفاوت ما زندگی میکنین. چون من یه آدم ملی‌گرام و ایشون اگه ریشه اصلاح طلبیه